آرمی جان یکی از دوستان تو لفشه سوال ازت داره شهناز خانومی هستن آره میگه که آرمی جان قصد, گل... قصد و طرفدارانش از بین بردن آزادی انسان ها و تبدیل آدم ها به ماشین کوکی و بردداری جامعه است نظر شما چیه؟ این خیلی حرف خنده داریه من چی بگم آخه به این از کجا شروع کنم خب باشه شما به من بگ... باید دلیل به من بدن که چرا همچی فکری میکنن که بعد من جواب بدم خب منم میتونم بگم نظر منم اینه که جهان از توی کونه یه لاک پشت گنده بدون... اومده بیرون بیگ بنگ گوزه یه لاک پشت خیلی گنده بوده جهان اینجوری به وجود اومده نظر شما چیه خب من بگم خب این خیلی عجیب غریب به نظر میرسه ولی من نمیتونم نظر بدم تا وقتی که شما به من دلیل بدین که چجوری چی جوری فکر میکنین شما دلیل این عقایده باید به من برین که من بتونم جواب بدم که نظرم چیه بالاخره ادعاست دیگه الان من میگم شما همین اسمشون چی بود فهمودی شهناز بله بله من میگم الان خانم از اینجا توتیه کردن میخوان این کانال رو بتره کنم تا پنج دقیقه دیگه میتره کنم م. الان شما دلیلتون سن... هكی... چیه خانم شهناز برای که حرف من اشتباهه من که الان لفت میده ما شما باید تعریف کنین اول گلوبالیزم که ما ما تو دانشگاه یاد گرفتیم معنیش این بود که تجارت بیشتر بین کشورهای مختلف و آزادی رفت آمد که اون موقعی که ما تو دانشگاه در بر گلوبالیزم چیزی که ما خوندیم به نظر چیز خوبه می اومد همه نصف مشکلات ایران هم الان حل می شود اگه یه مقدار بیشتر تجارت با کشور امید به اینکه ترامپ بیاد اینا رو نجات بده اینا میگن گلوبالیست ها فلان برادر من شما اگه مخالف گلوبالیستی پس چرا اصلا دخالت سر تو کردی توی آمریکا میخوای ببینی کی رئیس جمهور میشه تو چه داره اگه گلوبالیست نیستی اگه مخالف گلوبالیست یعنی چی یعنی دکده جهانی یعنی جهانگر، یعنی که آمریکایی باشه و مثلا کاپیتان باشه و بخواد نمیدونم پلیس بازی در بیاره جاهای مختلف عملیات بکنه شما مخالف گلوبالیسم هستی پس چرا الان برات مهمه که تو آمریکا چه کسی رئیس جمهور میشه به تو چه ربطی داره مگه شما آمریکایی هستی مخالف گلوبالیسم مگه نمیگی گلوبالیسم فلان بیسه. پس چی شد چرا نوبت خودتون که میشه شما که بهتر از ما میرخصید الان شدید مخالف گلوبالیسم اینا ببینین ام... البته شهناز خانم دوباره گفتم من به با عنوان یک مخاطب از شما سوال کردم آه. یک جواب کلی از شما لطف فرمودید آره من ما من به شما نمیخواستم معنی کنم من فقط به این رو دارم نظرمو در این عقاید به شما میگم من خواستم اینو بگم یکی دی... یکی این چیز دیگه هم بگم بابا بابا فریک جان ام... خیلی ممکنه نمیدونن این گلوبالیزمی که اینا دارن استفاده میکنن به عنوان یک کد یک کد واژه بگن. درسته این یک یک ام... این جای یک چیز دیگه است خب گلوبالیزم که من یه اصلیش اون چیزی نیست که این گلوبالیزمی که اینا ازشون بدشون میاد جای یک کلمه دیگر رو گرفته که گفتنش نشون میده که اینا نجات پرستن میدونی منظورم چیه؟ یعنی اینا یک سر... سری داگ, داگ دارن استفاده میکنن که چون نمیتونن بگن به جای اون کلمه ها کلمه گلوبالیست رو دارن استفاده میکنن خب گلوبالیست معنی اصلیش اگه برین نگاه کنید و ببینید که تاریخش چیه هیچ مشکل خاصی نداره گلوبالیستی که اینا میگن که میخواد دنیا رو کنترل بکنه و همه توی میدیا هست و عقاید مغز مردم رو داره کنترل میکنه و تو بانک هست و توی میدیا هست و توی دیزنی هست و تو هالیوود هست و همه هم رو کرده مثل یه پاپت که داره با ما کنترلمون میکنه چی بخرین چی نخرین به کی رای بدین ما بدون که بدونیم هممون داریم توی یه راهی میریم که برامون تنظیم شده این حرف این من وقتی میگن گلوبالیستا دارن این کار میکنن منظورشون گلوبالیستایی که توی اقتصاد به ما یاد میدن نیست این منظورشون سهیونیستا است خب و گفتن این حرف خطرناکه براشون برای اینکه همه میفهمند که واقعا چه آدمایی هستن وقتی این حرف میزنن چون وقتی هم تازه صهیونیستم جای یک کلمه دیگه است خب صهیونیستم جای یک کلمه دیگه است یعنی اینا سه قدم رفتن چون کسایی هم که تازه واضحتر میان میگن کسایی هم که راحت تر میخوان میان بگن که یه شجاع شدن که نمیگن گلوبالیست میگن صهیونیست اونا هم منظورشون صهیونیست نیست اونا منظورشون یهودیان یهودیت یهودیان نژاد یه نه یهودیان که ما هم هستیم نژاد یهودیان که اونا علیهش خب اینا یه همچین م... و کسایی کسای هم بعضی کسایی هستن که کلمه گلوبالیست دارن استفاده میکنن بدون که بدونن اینا دارن تو... با دار... توی با عقایده چه توی با عقاید چه کسایی دارن کار میکنن و اینا از کجا آمده شما اگه کیوانان هم اگه نگاه کنین اینا همش عقاید ریپکج شده ضد یهودیه که این تئوریایی که یهودیا دارن همه دنیا رو کنترل میکنن و اینا ریپکیج کردن یه جور دیگه دارن به ما میفروشن خب و یه ذره هم قاطیش کرده عقاید کانسپیرسی که دارن تئوریایی هایی که دارن, که دارن برای یهودیا رو یه مقدار ترس از شیطان پرستی رو هم قاطی مال سال 1980 فکر کنم تو آمریکا یه ذره از اونم روش ریختن و قاطی کردم یه چیز جدید ساختم به اسم کیوانان ام... و یعنی مراقب باشین وقتی که میشنوین یه کسی میگه گلوبلیستا و گلوبالیست دارن همه جهان رو کنترل میکنن حواستون باشه که دارین حرفای چه کسایی رو تکرار میکنی